در روز اول محرم وجود مبارکه امام هشتم بسیار غمگین بود. ابن شبیب خدمت حضرت مشرف شد، دید حضرت بسیار غمگین است. عرض کرد چرا غمگینی؟ فرمود امروز اول محرم است، تو اگر بخواهی گریه کنی، اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی، بر ابی عبدالله گریه کن، برای اینکه او که رفت نگذاشتن جامعه ما طعم عدالت را بچشد، طعم عقل را بچشد، مظلومان سالار و شهیدان را به این سم شهید کردند. وجود مبارک رسول گرامی مکرر نقل کردن ها در حالات گوناگون، گاهی لبان مطهر ابی عبدالله را میبوسید، گاهی زیر گلوی حضرت را میبوسید، گاهی دکمه های ابی عبدالله را باز میکرد، از زیر گلو تا این قسمت سینه را مکرر میبوسید. نمیفهمیدن برای چی وجود مبارک پیغمبر این کار را میکند. با سایر بچه ها اینجور عطوفانه رفتار نمیکرد. مکرر میدیدن که این دکمه ها را باز میکنند و از زیر گلو تا این قسمت سینه بدن ابی عبدالله میبوسند. یه وقتی خون چشمان مطهر ابی عبدالله را گرفت و دید سینه مطهرش سنگین شده، فرمود کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما، کیستی؟ جای بلندی نشستی. لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول الله، اینجا که تو الان پا گذاشتی مکرر پیغمبر بوسید. اون روز فهمیدن چرا وجود مبارک پیغمبر اینقدر لبان حسین را میبوسد، گلوی حسین را میبوسد، سینه حسین را میبوسد. اینجا یا جای تیر شد، یا جای سنگ بود، یا جای نشستن شمر بود. و شمر جالس على صدره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا مقدر الرساله و یا محبت البحر یا مختلف الملائکه.